بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوگن خوردن بر الله تعالى کسی بر الله سوگن خورد پس با همراهی او بی ادبی کرده و فضل او را تم کرده و به نسبت او گمان بد کرده است و همه این کمال توحید را نفی میکند و شاید اصل توحید را نفی کند پس سوگن خوردن بر کسی که بزرگ است پس زدن می باشد. اکنون اقسامی بر الله سوگن خوردن. یکم جایز است. جایز است که به آن چی الله و رسولش به آن از نفی و اثبات خبر داده است قسم بخورد. و در این دلیل بر یقین است. قسم به الله هر آینه الله پیامبرش را در روز قیامت برای خلق شفاعتکار می گرداند. دوم جایز است که بر پروردگارش قسم یاد کند از روی قوت امیدش و گمان نیکش به پروردگارش به شرط که عمل نیک داشته باشد همچنان که در قصه انس ابن نصر رضی الله عنه آمده است. سوم حرام است و نزدیک است که عمل را بیکار کند. به آن وادار کننده خودبینی باشد و تن قرار دادن فضل الله و با او تعالی گمان بد کردن باشد. دلیل اول از جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مرد سوگند خورد و گفت به الله سوگند که الله تعالی فلانی را نمی بخشد. الله فرمود این کس که من را سوگند می دهد که فلانی را نمی بخشم، من او را بخشیدم و عمل تو را نابود گرداندم. روایت امام مسلم. دلیل دوم در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده که گوینده این سخن شخصی عبادت کن بود. ابو هریره رضی الله عنه میگوید اون شخص به گفتن یک سخن دنیا و آخرتش را برباد داد. الله فلانی را نمی بخشد، یعنی بر ناامید شدن از رحمت الله و پس زدن بندگان الله و خودبینی دلالت میکند و فرمود به من سوگند میخورد، یعنی فضل و نعمت مرا تنگ میگرداند که من بنده ام را که بدی کرده است مغفرت نمیکنم. مسئله های این موضوع. یکم هشدار از سوگند دادن الله یا سوگند خوردن به جای الله. دوم آتش از بند کفشمان به ما نزدیکتر است. سوم بهشت همچنان نزدیک است. چهارم این حدیث تأیید میدهد حدیثی را که در آن آمده است مرد هر آینه سخنی می گوید تا آخری حدیث. پنجم گاه انسان به خاطر عملی که در نزدش ناپسندیده ترین است بخشیده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.